خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. آلودگی نفتی که از سوریه شروع شده در حال حرکت در دریای مدیترانه است و به سمت قبرس شمالی پیش میره. محیط زیست قبرس شمالی اعلام کرده این آلودگی در حال نزدیک شدن به کارپاس است و مسئولین از مردم خواستن در این منطقه از شنا کردن و ماهیگیری خودداری کنند. 3 تا کشتی هم از ترکیه برای پاکسازی به منطقه اعزام شده و البته طبق آخرین اخبار پیش بینی میشد که با توجه به اینکه مسیر باد عوض شده احتمال گذر این لکه نفتی بدون تماس با جزیره وجود داشته باشه که گویا تا 10 کیلومتری سواحل کارپاز پیشروی کرده. اونال استل وزیر بهداشت قبرس شمالی بار دیگه با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کشور گفته علارغم تمام درخواستا از مردم برای انجام واکسیناسیون فقط 55% جمعیت واکسینه شدن. این قابل درک نیست. با وجود اینکه واکسن در کشور ما وجود داره چرا مردم از واکسیناسیون اجتناب میکنن در حالی که ده‌ها کشور در دنیا وجود داره که هنوز به واکسن دسترسی ندارن. ایشون تاکید کرده نباید از کنار این موضوع ساده گذشت که 70% از بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌ها واکسینه نیستن. ترکیه به لیست سیستم گواهی دیجیتال واکسیناسیون اتحادیه اروپا اضافه شد و شهروندان ترکیه که 2 دوز واکسن زده باشند و با داشتن گواهی واکسیناسیون و ویزا امکان سفر بدون دردسر به کشورهای اروپایی رو خواهند داشت. همچنین درخواست به رسمیت شناخته شدن گواهی واکسن صادر از قبرس شمالی از سوی اتحادیه اروپا برای صدور گواهی معادل برای بررسی در تاریخ 19 آگوست در کمیسیون اروپا پذیرفته شده و باید منتظر جوابش بمونیم. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام خبر داده که مجموعه های زیر نظر این ستاد فقط 8 میلیون دوز واکسن برکت تولید کردند و تعداد واکسن تحویلی به وزارت بهداشت تا امروز حدود 4,200,000 دوز بوده، در حالی که محمد مخبر رئیس وقت این ستاد 5 اردیبهشت امسال گفته بود که تا آخر تیر ماه 12 میلیون، تا آخر مرداد ماه 30 میلیون و تا آخر شهریور 50 میلیون دوز واکسن تولید میکنیم. انجمن کارکنان دانشگاه مدیترانه شرقی EMU برای آموزش حضوری خواستار انجام تدابیر فوری شده و اعلام کردند ادامه غیر حضوری بودن آموزش باعث آسیب اجتماعی خواهد شد. میشه این کار رو با کاهش تعداد دانشجوهای حاضر در کلاس، استفاده از ماسک، واکسیناسیون و انجام تست‌های PCR انجام داد. دانشگاه EMU این امکان رو داره که کلیه آموزش‌ها رو به صورت آنلاین ارائه بده، اما این ما رو به نقطه آغاز برمیگردونه. پس دولت باید اقدامات سختگیرانه تری برای شروع آموزش حضوری اتخاذ کنه. مرکز آمار ایران اعلام کرده افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر اساس ریال در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال 99 حدود 506% افزایش داشته، به عبارتی بیش از 6 برابر شده. این گزارش توضیح نداده چرا قیمت کالاهای وارداتی 6 برابر شده، اما بخشی از این رشد چشمگیر مربوط به جهش نرخ ارز بوده. نرخ دلار بهار پارسال حدود 16,000 تومان بود، اما در بهار امسال به 25,000 تومان رسید. طبق گزارش پلیس فاماگوستا 88 اسکناس 100 دلاری تقلبی از یه نفر کشف شده. تحقیقات بیشتر نشون داده که این شخص 20 اسکناس 100 دلاری تقلبی دیگر رو هم در بازار مبادله کرده که احتمال میره هنوز در بازار در گردش باشه. پلیس به بانک‌ها و صرافی‌ها و مخصوصاً شهروندان در خصوص این اسکناس‌های 100 دلاری تقلبی هشدار داده. 31,319 نفر آمار مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 643 نفر از هموطنانمون به دلیل کرونا جون خودشون رو از دست دادن. نمیداند بر این جمعیت انبوه و این پیکار روزافزون که ره گم میکند در خون، از این پس ماتم نان میکند بیداد
نمیداند زمینی را که با خون آبیاری میکند گندم نخواهد داد. از خوزستان یادمون نره. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.